زبان روزبه اینجا در استودیو به ما پیوسته، خیلی چهره شناخته شده بود به خصوص بین به قول معروف نردی های اینترنت. دقیقاً. راستش فرداد، من جادی رو از دوره شبکه های X25 و BBS میشناسم، درست در دوره ای که این حرکت عجیب توی جامعه ایرانی شکل پیدا کرد و رواج پیدا کرد. خب جادی یکی از آدمایی بود که واقعا کمک کرد به جامعه جوان ایرانی در اون دوره که چطور از طریق پروتکل X25 که بسیار کار سختی بود، چون فقط با نوشتار میتونست ارتباط برقرار کنی، آموزش میزد و من از اون موقع این آدم رو همیشه دارم دنبال میکنم. بسیاری از آدم ها مثل من هم دانششون رو در حوزه شبکه، نتورک، برنامه نویسی و آیتی از طریق این آدم به دست آوردن. به همین دلیل که این اتفاق که افتاده برای این آدم، حالا چیزی که نقل میشه از خانوادش و دستگیریش و نحوه عجیب و پیچیده دستگیری آدم، نشون میده که حتما جادی جایی رو دست گذاشته که حالا بیشتر ما بعدا خواهیم فهمید که دقیقا چه نقطه حساسی رو داشته کمک میکرده به این جریان جنبش که بازداشت شده به نظر. و علیرغم اینکه در ایران بوده و داشته فعالیت میکرده، خیلی با زبانی رسا و بدون لکنت در مورد بعضی از نگرانی های امنیتی و شرکت هایی که با حاکمیت همکاری میکنن حرف میزد به دفعات. یعنی یکی از چیزایی که جادی داشت، خب جادی میدونیم که کیبورد آزادو داشت، یک وبلاگ عمرش بیش از 20 سال بود. در وبلاگ کیبورد آزاد، جادی به خاطر فوق لیسانسش جامعه شناسی بود و لیسانسش که برق بود با گرایش مخابرات، به طبع یه ترکیبی از این دوتا رو داشت، یعنی هم دانش علمیشو داشت هم دانش جامعه شناسیشو داشت. روی کار کردن توانمندی به نظر من برای امنیت، مخصوصا این اواخر خیلی رو مسئله حفظ امنیت توییتر کار میکرد، برای کاربران چطور مراقب باشن که اکانتاشون هک نشن. تو میدونی که به هر حال یکی از حساسیت‌هایی که نظام باش درگیره همین مسئله است دیگه، یعنی اکانت‌های امن، استفاده از توانایی‌هایی که بتونی ارتباطات داخل جامعه رو و مسائل داخل جامعه رو به بیرون منتقل کنی. خب پر واضحه که این میتونه یه نقطه خیلی حساس براشون باشه که این اتفاقو رقم زده به نظر من. ممنونم از تو اردوان روز به اینجا در استودیو با ما.